بسم الله الرحمن الرحیم پرسیدم از قلم که کدامن کلام نقص در مجمع حروف عرف با سرامد است فوراً بر روی صفحه کاغذ دوید و گفت بعد از خدا محمد و آل محمد است با درود و سلام و سلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و متحرشان و سلام بر شما خوبان و عزیزان بیننده امیدوارم هر کجای دنیا که هست جور و سهدمند بوده زندگی سرشار از صفا و سمیمیت و معنویت داشته باشید ایام به کامتان باشه و تا آتبادات و بندگی هایتان قبول و, و مقبول درگاه احدیت با کمال امتنان و افتخار با برنامه با بیداری رو برای شما خوبان و عزیزان هستیم با موضوعی خشونت های خانوادگی در افغانستان و در خدمت کارشناس عزیز گرامی جناب آقای مختاری حضرت استاد سلام بر شما خیلی خوشحالیم شما سلام بندم خدمت جناب شما همکاران گرامی تان و بینندگان عزیز و ارجمند شما سلام و عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما سلامت باشین استاد خیلی ممنون از حضورتان و خوشحالم که در خدمتتان هستیم سلامت استاد همطور که عرض کردم موضوع اصلی ما خشونت‌های خانوادگی در افغانستان هست پیرامون موضوع جلسات متعددی بحث شد تعریف خانواده جایگاه هر فرد در خانواده بحث شد استاد و همینطور چستی و چرایی خشونت ها مصداق خشونت عوامل خشونت و همینطور آثار و پیامت هاش. در واقع بحث بسیار مطلوب و هم تو قاید من بود تا اینجا را ای بحث شد اگر استاد اجازه بیتن وارد ای بشم که این خانواده که این همه اهمیت داره در نزد اسلام چی هست اسلام نظرش در رابطه به خانواده چی هست بسم الله الرحمن الرحیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة و رحمه همون گونه که در فرمایشات مقدمی شما هم بود خانواده یکی از مسائل بسیار مهم و از موضوعات مهم بشری هست از ارکان مهم اجتماع هست و اساسا پایه های اجتماع خانواده است خب یکی از معضلاتی که در خانواده ها در طول تاریخ اتفاق افتاده بحث خشونت است که به انواع و, و اقسامش صورت گرفته عواملی داشته آثار و پیامت هایی داشته که اشاره شد مهد. در این میان دین مبین اسلام بیشترین تاکید ها را در ارتباط با بنیان خانواده انجام داده همه آیه ای که اشاره شد و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا یعنی خانواده به عنوان یکی از نشانه های قدرت پروردگار معرفی میکنه و من آیاته از نشانه های قدرت خدا این واژه در جاهای دیگه هم خداوند به کار برده یعنی با نشانه قدرت خدا که از جنس خود شما همسرانی برای شما گزینش شد تا به او آرامش و به او آرامش و آسایش در محیط خانواده و کانون گرم خانواده تولید بشه و صورت بگیرم و جعل بینکم مودتا و رحمه خداوند در بین شما عشق و محبت رو نهاده نکرده این تعریف اسلام از خانواده است که خانه و خانواده مرکزی مهر و محبت و عشق و صفا و صمیمیت سمیمیت بوده باشه اساسا خانواده یک بنیاد فطری است یعنی اصلا در فطرت بشر قرار گرفته جزءی موضوعات فطری و جبلی هست یعنی هر انسانی وقتی به یک شرایط سنی خاصی میرسه احساس تنهایی میکنه احساس میکنه که باید یک کسی در کنار او بوده باشه وقتی ازدواج صورت میگیره بعد از طی مراحل احساس دیگه ای با اونها دست میده که باید ای اقدامی که صورت گرفته باید محصولی نمید. داشته باشه میوه وجود داشته, داشته باشه, باشه. سمراتی داشته باشه فرزندانی در اون خانواده باید ایجاد بشه سرگرمیهای های دیگه ای بالاخره اینو خود به خود به صورتی طبیعی در نهاد انسان ایجاد میشه خودش نیاز احساس میکنه این ای احساس یک احساسی فطری هست که در فطرت من. و جبلی انسان قرار گرفته لذا خانواده در حقیقت رویشگاه منیش و رویش و اخلاق بشری هست انسان ها نفس. اخلاق را از دانشگاه خانواده کسب میکنه یاد میگیرم از همون ابتدا خیلی احساسهای های خوب را انسان از درون خانواده به دست میاره و کمایی میکنه احساس هل. محبت مثلا کودکی که بزرگ میشه کودکی که در میان خانواده شکل میگیره عشق و محبت رو در, در درون خانواده آموزش میبینه وقتی میبینه این مادر چگونه او رو در آغوش میگیره یا مادر عشق و محبت رو در کانون خانواده حس میکنه وقتی یک زن خب قبل از اینکه به مرحله مادری برسه وقتی یک زن مثلا شوهری داره شوهری زنی داره مردی همسری داره این مرد حس محبت و عشق را در وجود همسر خودش احساس میکنه و همینطور همسر عشق را در وجود شوهر خودش احساس میکنه تجربه میکنه و همینطور وقتی توسعه پیدا میکنه وقتی تبدیل به پدر و مادر میشه این حس پدری حس خیلی جذابه نسبت به اولاد نسبت به فرزند که چیگونه با او مهر و محبت رو به نمایش میگذاره محبت میکنه ملاطفت میکنه یا مادری که نسبت به این اولاد ابراز محبت میکنه ابراز عشق میکنه اینها خود به خود ضمن این که یک موج از عشق و محبت در کانون خانواده فراهم میشه و جنبه آموزشی و تربیتی هم داره و این جمع. کودکی هم که تولید میشه بزرگ میشه این وضعیت را تماشا میکنه و میبینه رضا کودکان قبل از اینکه سایر حواس جسمانی اونها به فعالیت بیفته و از اون طریق کسب علم و دانش و آگاهی بکنه از طریق حس نگاه کردن حس بینایی خودش وقتی میبینم پدر چگونه او را در آغوش میگیره مادر چگونه در آغوش میگیره این احساس در وجود او تقویت میشه این محبت رو این روابط گرم را او یاد میگیره و احساس میکنه و همینطور یکی از موضوعات مهمی یا یکی از درس‌های مهمی که باز در کانون گرم خانواده تدریس میشه و آموزش دیده میشه و فرا گرفته میشه بحث احساس مسئولیت هست. درست. پدری در این خانواده احساس مسئولیت میکنه که باید معاش خانواده رو تأمین بکنه باید کار کنه باید تلاش کنه باید رفاه و آسایش و آرامش بقیه اعضا رو فراهم بکنه درست. این حس به صورتی فطری در وجود او فراهم میشه کسی او را مجبور نمیکنه کسی او را تهدید نمیکنه بلکه از درون حس میکنه که باید فضا رو تغییر بکنه تغییر بده باید مثلا رفاهی بیشتری فراهم بکنه باید فرش را مثلا تبدیل به مبلمان بکنه دوچرخه چرخره یا بایسکل تبدیل به موترسیکل بکنه موترسیکل تبدیل به یک ماشین بکنه موتر بکنه خانه یک طبقه رو تبدیل به این حس به صورت فطری در وجود او است وقتی این حس در وجودش است او مجبور بیشتر تلاش کنه اگر روز کار میکرد شب هم کار میکنه اگر یک شیفت کار میکنه دو شفت کار میکنه خب این پس این یک احساس مسئولیت است. زمینی که حس در وجود او به صورت فطری ایجاد میشه، این حس رو منتقل میکنه، تدریس میکنه به, به. فرزندان. این فرزند به این کودک که حالا کم کم رشد میکنه، بزرگ میشه، بالاخره به با مرزی میرسه که میبینه بعضی مسائل رو درک میکنه. این پدر وجود نداره، پدر کجا رفته؟ سر کار رفته. پدر چرا دیر آمد تو کارش بیشتر بوده؟ چرا خسته کار کرده؟ به. چرا لباسای او خاکی کار کرده؟ چرا مثلا دست و پای او پوری مثلا گچ و خاک و مسائل دیگه است از سر کار آمده این بچه اینجا میفهمه احساس میکنه که یک, وزی... خب، یک کسی هست اینجا مسئولیتی را داره اجرا میکنه و همینطور در طول روز یا در طول شبانه روز مادر خود را میبینه که در میان خانه و خانواده کارهایی را انجام میده فعالیت آف. را انجام میده خانه را مرتب میکنه همه اینها هم از یک جهت یک امر فطری است که این مادر رو فطرتش وادار میکنه که کارها را انجام بده و در این حال به عنوان یک درسی منتقل میکنه به اولاد و فرزند که اونها هم میبینه این شرایط را که پس اینجا یک وظیفه ای هست یک احساس مسئولیتی هست که این احساس مسئولیت باید انجام بشه درس دیگه ای که در کانون گرم خانواده هم از یک طرف واقعا به صورت فطری انجام میگیره از یک طرف درس درسی ایثار و فداکاری است فداکاری های زیادی در محیط خانه و خانواده صورت میگیره اگر ما بلی اگر بیم از دایره قانون به مسئله نگاه کنیم شاید خیلی از کارها وظیفه زن نباشه یا وظیفه مرد نبوده باشه بلی لحاظ قانونی کار ولی میبینیم او کار انجام میده یعنی نه. اینجا ایثار میکنه یعنی از خود گذری میکنه از خود گذشتگی از خود نشان میده مادری که او هم باید بخوابه مثلا ساعت ده شب بخوابه او تا دوازده شب نه. سرگرم بچه و تربیت و آرامیش بچه خواباندن بچه خودشه یا کارهای دیگه ای که نه. انجام میگیره یعنی اینجا در واقع ایسارگری میکنه مادری که خودش گرسنه است اما غذای خود رو به اولادش میده که اولادش سیر باشه این ایسارگری ها این فداکاری ها هم از ناحیه پدر هم از ناحیه مادر بالاخره هم به صورت فطری انجام میگیره و در این حال فضای خانه تبدیل به یک مکتب میشه تبدیل به یک مدرسه میشه تبدیل به یک دانشگاه میشه که درسهایی را منتشر میکنه منتقل میکنه که اولاد خانه و خانواده اینها رو درک میکنه اینها رو میبینه بنابراین اینا چیزهاییست است که در کانون گرم خانواده به صورت فطری انلیز خانواده یک نهاد فیتری تعبیر واست. میشه از خانواده به اینکه یک نهاد فیتری حالا ما وقتی در اسلام هم که مراجعه میکنم یکی یک یک نکته را عرض بکنم برای که مطلب تکمیل بشه که دیدی اسلام چی است رضا در هم در آیات هم در روایت یک روایت را از پیامبر عزیز اسلام عرض میکنم که ایشان فرمودن هیچ بنایی محبوبتر منتر پیش پروردگار متعال بنای خانواده نیست از بنای خانواده از بنای خانواده, از بنای خانواده نیست لذا فرمودن که خب ما بونی علی الاسلام بنا ان حب الی الله و اعز من التزویج یعنی ازدواج که همون خانواده است یعنی این بنا این سازه ای که به صورت فطری شکل میگیره محبوب ترین سازه نزد پروردگار احنا. متعال است اسلام به او تاکید کرده به او اهمیت قائل شده به همین جهت هم خداوند خودش می وجعل بینکم مودتن و رحمت هم عشق و محبت قرار داده هم لطف و رحمت را قرار داده در همه. کانونی گرمی خانواده تشکر استاد برنامه بیننده های گرامی سپاس از توجهتان پس از یک برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم بیننده های عزیز گرامی دوباره خوش آمدید مثبت 964 780 255 40 پل ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری هست میتونید سوالات و نظریات از را از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید ادامه برنامه با وقت بیداری با موضوع چگونگی خشونت های خانوادگی در افغانستان در خدمت شما هستیم استاد خوش آمدید بس جایگاه خانواده از منظر اسلام بود و همه طور فرم که یک نهاد فطری در جامعه هست و ادامه ای خب یکی از مباحثی که در محیط خانه و خانواده مورد توجه هست و دین مبین اسلام هم به او تاکیدی فراوان کرده گرچه به عنوان یک اخلاق اجتماعی و عمومی مطرح هست و علل خصوص در محیط خانه و خانواده بسیار اثرگذار هست و فضای خانه را بیش از پیش معطر میسازه بحث مشوره هست قانون مشوره مشوره کردن لا مظاهرت کل مشاوره روایت منصوبی به امام صادق علیه السلام هیچ پشتوانی به اندازه مشوره ارزشمند و قوی تر نیست لذا در آیات کریمه الهی بحث مشورت زیاد تاکید شده و شاویر هم فل ام پیغمبری با اون علم و آگاهی پیغمبری که میگه انا مدینه تل علم یعنی من شهر علم هستم پس نیازی به مشوره نداره پیغمبری که معید به تعیداد الهی جبرئیل امین مرتب به اون نازل میشه همین پیغمبر معموری به مشوره است میگه تو خودت در این حال عقل کل حساب نکن درسته آخرین پیغم سفیر الهی خاتم بیای و ما <applause> ارسلناک که الا رحمتا للعالم ولی در عین حال از مشوره دوری نکن از مشوره فاصله نگیر با با اصحابت مشوره کن با فرماندهانت مشوره کن لذا مشوره یک اصل اساسی در عرصه زندگیه ممکنه در خیلی موارد ارشدهای خانه، ارشد خانه خانواده ممکنه پدر باشه یا پدر باشه یا مادر باشه خود مستقنی از مشوره با اولادش بدانه خود مستقنی از مشوره با همسرش بدانه خب من تصمیمی که من گرفتم دیگه کس حق نداره نه. روی او حرف بزنه نه این کار اشتباهی است که به اصطلاح یک م... م... کسی ادعا بکنه که نیازمند به مشوره نیست وقتی پیغمبر خدا نیازمند به مشوره است پس تویی که پدر خانواده است حتماً قطعا بایدن. به طریق اولا لذا مشوره خیلی امر مهم است که در اسلام آمده لذا اگر ما بیایم بحث مشوره رو در محیط خانه و خانواده مطرح بکنیم روایت خیلی جالب است که در همه عرصه‌ها این روایت جنبه های تربیتی و آموزشی داره علال خصوص در محیط خانه و خانواده در خصوص کودک این مطلب بیان شده پیامبر عزیز اسلام فرمود الولد و سید سبع سنین در عرصه تربیت فرزند تا هفت سالگی آقای خانواده است پادشاه خانواده است پادشاه خانه است یعنی در این جغرافیای بنام خانه پادشاهش همین که تا هفت سالگی است پادشاه وظیفه‌اش چیه پادشاه معمولا امر و نهی میکنه هر خواست باید آماده باشه نه، نه، نه. باید با پادشاه نباید مخالفت بکنی مطابق میل پادشاه باید عمل بکنی خب این کودک احساس پادشاهی میکنه در کانون گرم خانه و در کشور خانه و خانواده باید مطابق میل او عمل کرد نمیشه شما افکار خود را به یک کودک تحمیل کنی چون هنوز اندیشه او فکر و مغز او به او اندازه روش پیدا نکرده که خیر و شر تشخیص بده اون که در فضای بیرون میگذره خب و همینطور و عبد سبع سنین اما بعد از هفت سال کم کم دیگه ای به یک رشدی میرسه به یک درک و فهمی میرسه اینجا نیازمندی به امر و نهی هست که باید بگه این کارو بکنه این کارو لذا معمول در نه. همه جای دنیا در هفت سالگی به مکتب برن استاد مکتب محدودیت زمانی و اینا رو مطرح کردین تا هفت سال اگر یک وقتی به امر پادشاه اطاعت نشود کودک هر چی گفت کارو بکنه امکان داره خب کودک هست یا یعنی نمیفهمه هر خواسته رو داشته باشه شاید بر خیلی سوال ایجاد بشه که امکان داره در تربیت از آغاز خلاصه دو چهار مشکل بشه چون کودک نمیفهمه امکان داره که هر چیز بیا این واقعا کودک وقتی هر چی گفت باید تایید کرد خب این ای خب میگه مؤمن آمین الا وقت حس. شما این نکته هم در نظر داشته باشید که مغز کودک چقدر روش داره خواسته های کودک چه مقدار وزن نداره مثلا بیشتر. یک کودکی که چهار سال پنج سال داره این نمیگه برای ما یک موتر لاری بخر برو برای ما یک خانه مستقل بخر مثلا برای ما مثلا یک موتر و یک بایسکل بخر او با هنوز به او چیزا نرسیده به او فرضیه نرسیده او زینش به با... <applause> <applause> او فوقش مثلا میگه برای مثلا یک کفش خوبتر یک کلاه خوبتر یک اسباب بازی خوبتر بگیر یک عروسک خوبتر یک مثلا از این قبل دری دایرا مثلا با با... که دیدی بعضی استاد که کودک اگر او رقم که هر چی که او گفت انجام بده بد میشه بهتر تربیت میشه طبعاً تا هفت سالگی خواسته های کودک کودکانه است و اگر پاسخ منفی هم داده میشه باید به با گونه رضایت او جلب بشه نه با تهدید نه با تحقیب نه با تشر دروح. بحث اینه که باید بالاخره قناعتش گرفته بشه با همون زبان کودکانه پیامبر عزیز اسلام با اون عظمت خودش با کودکان کودکانه رفتار میکرد ده. حتی صدای خود را لحن صدای خود را میگه تغییر میداد به لحن کودکان حرف میزد با کودکان بازی میکرد مطابق خواسته اونها اما خب میخوایم اینجا ده. اصلی مشوره. بزنگاه بحث ما بخش سوم این روایته خب در بخش دوم در هفت سال دوم باید امر و نه ای صورت بگیره این روی همه لحاظ میبینیم که معمولا در هفت سالگی به مکتب میرن دیگه ها خب موارد استثنایی سر جای خودش ممکنه ما یک, نا... یک, فرزند نابغه داشته باشیم که او خب شرایط فرق بره آره او بحثش فرق ولی معمولا در هفت سالگی قانون کل دنیاست یعنی یک امر طبیعی تقریبا خب اینجا باید امر و نهش دیگه در به بمر... مرحله می می ای میرسه که خوبت تمیز میده این بچه دیگه بچه ممیز گفته میشه اهل تمیز آه. میشه لذا مسائل خوبت رو ت... تشخیص میده لذا به او امر بشه که این کارا بکنه این کارا نکنه بالاخره این کار بده این کار خوبه اینجا امر نه بشه معمولا عبد عبد یعنی نوکر نوکر وظیفه اطاعت کردن اینجا باید اطاعت کردن یاد بگیره، فرمانبری آه. و فرمانبرداری یاد بگیره و اما سه هفت سال بعدی و پیامبر عزیز اسلام فرمود و وزیرون سبع سنین اما از هفت سال بعد از چهارده سال به بعد دیگه با او به عنوان وزیر باید رفتار کنه وزیر زمانهای قدیم مظهری مشوره بود طرف مشوره پادشاه بود لذا اینجا منظور اینه که او باید طرف مشوره ای تو بوده باشه باید به با او شخصیت قائل شد باید به با او احترام قائل شد دیگه او کوده که مثلا 6 ساله یا 7 ساله نیست که دیگه با شدیدن امر و نهی بکنی باید با مشوره با بالاخره هماهنگی با نظرخواهی و از او نظرخواهی خواهی مشوره بکنی لذا مشوره کردن در کانون گرم خانواده آثار و پیامدهای مثبتی فراوانی داره که بعدا عرض می‌کنم. شما ببینید اینا فرهنگ خیلی عالی است که در اسلام آموزش داده شده در رفتار پیامبر پیامبر عزیز اسلام گفتار و کردارش الگو است لقد کان لکم فی رسول الله اصوت حسنه الگوی نیکو هست مثلا شما میخواین یک دختری را عروس بکنید پسر را داماد میکنین خب متاسفانه در افغانستان در خیلی جاها از او پسر سوال نمیشه که تو همین دختر میخوای یا دختر مثلا دختر خالته میخوای یا نمیخوای یا دختر عموی خود میخوای یا نمیخوای رضایت نه. داره نداره عقد میکنن یا این دختر دیگه از خود اختیار نداره خواستگار آمده کی جواب میده پدر جواب میده مادر جواب میده اونا بالاخره میدوزن و نخلصه. بالاخره میبرن و میدوزن و دیگه این معامله میشه میره پای کار خودش کسی نمیه از این دختر سوال کنه که خب فلانی با خواستگار خواستگاری شما آمده شما یک ملاحظه ای بکنه ببینین اول از لحاظ ظاهری تایید میکنی یا نه از لحاظ معنوی و اطلاعات در اختیارش بگذاره اصلا موردی تایید شما هست یا نه معمولا در خیلی جاها این کارا رو نمیکنن و اینا رو به اصطلاح بحث غیرتی ما اجازه نمیدیم بحث غیرت بازم عرض میکنیم درست. اما در اسلام اسلام فرمایت نه خیر تو که نمیخوای توی پدر که نمیخوای با او پسر خاصکار با او کسی که به خواستگار آمده زندگی کنی قرار فردا این دختر با او زندگی کنه قرار یک عمر با او زندگی کنه 60 سال هفتاد سال 100 سال کمتر بیشتر لذا او باید نظر بده او باید بررسی بکنه باید مطالعه کنه پیامبر عزیز اسلام فرمود اذا اراد ان يزوج ابنته فليستعمرها اگر یکی از خانواده های شما مسلمان ها خواست دخترش عروس بکنه حتما از او نظر بخواید ها پس باید از اون نظر بخواه نظر یعنی رضایت او باید جلب شود نه اینکه بدون رضایتش بدون میلش ولی شما بدین و خود پیامبر عزیز اسلام وقتی برای حضرت زهرا سلام الله علیه ها مخصوصا خاصگاران زیادی داشت هر کدام می آمدن پیامبر عزیز اسلام خب اینجا سرخود عمل نمی کرد و وقتی نوبت به حضرت علی علیه السلام هم که رسید اینجا هم آمد پیش حضرت زهرا سلام الله و فرمود که حضرت علی علی ابن ابی طالب شما را از من خواستگاری کرده چه نظر دارید بله حضرت خب چون حضرت شناخت داشت علی را میشناخت خب اینجا ساکت شد حضرت فرمود سکوت و رضا ها بله،, بله لذا در روایت دیگه هم فرمود که اذن ها یک کسی اومد سوال کرد که چیکار کنه مثلا از دختر سوال میکنه حرف نمیزنه خب میگه معمولا دخترهای جوان نوجوانی که در محیط خانه از تجربه ازدواج قبلا نداره داره یک حجب و حیای خاصی هست خب اگر نخواهی خب مخالفت میکنه که نمیم بله. ولی اگر خواسته باشه دیگه حیا و حجبش ایجاب میکنه که با سکوتش او را نشان بده بسیار آنه اصلا اجازه بیدن میان برنامه بیدنیم سپاس از نگاه های گرمتان میان برنامه کوتاه رو با هم میبینم و دوباره برمیگردیم بیننده های عزیز گرامی باز هم خوش آمدید به سلام هم عرض بکنم خدمت اوی دز عزیزای دلی که تازه به جمع بیننده های ما پیوستن شما بیننده برنامه به وقت بیداری با موضوع خشونت های خانوادگی در افغانستان هستید در رابطه با این برنامه صحبت های چندین جلسه صحبت شده و صحبت ها هم در صفحات اجتماعی ما بارگزاری شده میتونید بحث ها رو در آنجا هم دنبال بکنید ادامه برنامه هست در خدمت استاد هستیم استاد فهم. خب برای که تکمیل بشه بحث قبلی بحث مشوره مشوره قطعا آثار و پیامت های فرابانی داره در هر عرصه علال خصوص در عرصه به. خانه و خانواده وقتی پدری با همسرش با, با فرزندش مشوره میکنه به او شخصیت قائل میشه یا به همسرش همسر خانواده مشورت میکنه طبعا اینا آثار و پیامت هایی داره که یکی دوستی نمونه رو من عرض میکنم اولا خب مشورت کردن یعنی شخصیت قائل شدن به طرف یعنی دوارد. طرف را دارای یک وزنه میبینی دارای یک درک و فهم و عقل میبینی که خب میخوای از عقل او استفاده کنی از درک و فهم او استفاده کنی پس به طرف شخصیت قائل شدی به طرف علم و دانش و بالاخره دوراندیشی قائل شدیم و همینطور به یکی هم بهرهگیری از عقل دیگر خود مشوره بهرهگیری از عقل دیگران از فهم دیگران هست ای بسا گاهی وقتا بچه ها بچه های یک خانواده به یک درکی میرسه که پدر و مادر ممکنه به اوی درک نرسیده باشه به یک اطلاعاتی میرسن که پدر و مادر به اون نرسیده باشه لذا با مشوره که صورت میگیره قطعا میشه از این درک و فهم استفاده کرد حالا برای مشوره برای خانه خریدن باشه برای لباس خریدن باشه برای کارای کشاورزی باشه برای کارای هر کاری باشه ممکنه در همه یه عرصه میتونه تاثیر گذار باشه ضمن این که مشوره باست. سبب میشه که واقعا پایه های خیمه خانواده یا بنای خانواده مستحکم تر بشه وقتی مثلا یک مردی با همسرش مشوره میکنه خود عقل کل حساب نمیکنه این زن در محیط خانه همسر در محیط خانه احساس اعتمادی بیشتری میکنه احساس میکنه که در, در میان این خانواده ای که عددی هست بالاخره روی او حساب باز میشه اعتمادش به همسرش بیشتر میشه ولی طبعا با صداقت بیشتری در محیط خانه و خانواده کار میکنه همینطور فرزندان هم با احساس مسئولیت وارد عرصه زندگی میشن و همینطور مشوره کردن یک اثری برگشتی هم داره یک پژواک پژواک مانند هم داره یعنی نه. کسی که خودش طلبی مشوره میکنه که بیشتر ارشدی خانواده یعنی مثلا پدر خانواده برست. وقتی یک پدر حاضر میشه با فرزندش مشوره کنه اینجا به خود هم یک نهیب میزنه از خودخواهی و تکبر داره فاصله میگیره که نه. حرف حرف من،, من،, من اول و آخر را من باید تمام کنم از منیت فاصله میگیره شما وقتی به دیگران رو میندازی از دیگران تقاضایی میکنی یعنی خود را فراموش میکنی یعنی خود رو همه کاره به حساب نمیاری به همه حالا این در تبار... منیت از آره ای منیت و خودخواهی از این جهت می خودش یک درس بزرگه یعنی در این دانشگاه خانواده اینجا یک یک, یک،, یک بازخورد خوبی داره مشورت کردن که به خودی طرف هم نهیب زده میشه که باید از خودخواهی از تکبر از منیت باید فاصله بگیریم اینا <تصف> لذا کاری که با مشوره انجام میگیره عیب کمتری داره نقص کمتری داره نقص فنی کمتری داره اینا هم جزی آثارشه ولی لذا اعتمادی بیشتری در محیط خانه و خانواده بیشتر میکنه یک جایی صحبت بس غیرت ورزی و اینها را اشاره کردین بعد گفتین بعدن میگیم و... بله یکی از موضوعاتی که مخصوصا در جامعه ای ما تبدیل به یک فرهنگ عمومی شده بحث استفاده از واژه غیرت و غیرت بازی هست الان خیلی امید. از خانواده های ما در اطراف و در بعضی مثلا قریجات و جاهای دیگه داریم حاضر نمیشه مثلا دخترش به مکتب فرستاده شوه درس بخونه چرا ایر خلاف غیرت به حساب میاره ناموس ما رو دیگه را ببینه زنیش نمیگذاره مثلا به یک مجلس حضور به هم برسانه پای یک درسی سواد آموزی مثلا شرکت کنه یا در یک محفل اجتماعی حضور به هم برسانه چرا چون زن ما رو دیگه را میبینه غیرتش اجازه نمیده یعنی این مخالف غیرت به حساب میاره در حالی که ببینید در اسلام غیرت رو چگونه تعریف میکنه آه. غیرت در حقیقت یعنی یک احساس مسئولیت برای حفظ یک شیء ارزشمند میخوای یک شیء با ارزشی رو یک متاعی با ارزشی ره حفظ بکنی برای حراست پاسداری و حفاظت از او احساس مسئولیت میکنه حالا این شیء ارزشمند میتونه دین شما باشه این شیء ارزشمند میتونه خاک و کشور شما بوده باشه این شی ارزش من میتونه خانواده همسر و ناموس شما بوده باشه آه. اما این حد و حدودی داره یه حساب و کتابی داره غیرت در کجاست لذا در اسلام از غیرت بسیار تعریف شده و لذا در روایتی داریم که مرسوب به پیامبر بزرگوار است ان الغیرت من ایمان کسی که غیرت نداره ایمانش مشکل داره غیرت جزئی ای ایمان انسانه یک انسان مؤمن باید غیرت داشته باشه وحميد الرهزة علي عليه الصلاة والسلام فرموداً إن الله غيور یحب الغیر خداوند خودش غیرتمند هست انسانهایی با غیرت را دوست داره آه. اما این غیرت باید در کجاها به کار برده بشه آه. غیرت بیشتر ببینید در عرصه در عرصه حراست و حفاظت و پاسداری از ارزش های دینی جاش باید پیدا باشه. جاش باید باید, باید, باید هدفگیری دقیق و درست بوده باشه تیرید و خطا نره غیرتی بیجا صورت نگیره آه. رضا در اینجا اه در روایت دیگری هست که خداوند غیرتمند از غیرتش اینه که محرمات را حرام کرده گناه را حرام اعلام کرده حد دل حدود حد تعیین کرده برای گناه برای کاری که ضد اخلاق و ضد ارزش است و گناه است اینها را حرام کرده لذا انسان غیرتمند انسانی است که به سمت گناه نمیرود انسان غیرتمند در قبال خانوادهش در جای غیرت به کار میبره که خانواده به سمت گناه حرکت میکنه بله. مثلا نشما. بله زنی که نماز نمیخونه تو اینجا باید غیرت نشان بدی زنی من مسلمان نماز نخونه فرزند من مسلمان روزه بخوره یا مثلا فرزند من مسلمان یا ناموس من مسلمان چادر از سر خودش برداره حیا و عفت دینی و مکتبه خودش را رعایت نکنه خب اینجا ما پس باید تفکیک بکنیم باید شرایط ببینیم در کجا باید ما احساس غیرت بکنیم در اون جایی که دین لطمه میخوره ارزش های دینی با رفتار یک فردی از افراد خانواده لطمه میخورن استاد وقتی که بس غیرت رو پیش میاریم خیلی ها به ذهنش یک نوع ارزم بزرگ شما که خشونت به ذهنش میرسه چگونگی ابراز مثلا غیرت هم امر مهمی باید باشه ببین از وقت ما تعریف غیرت اصل غیرت چون خانوادگی استاد بله. تا،, تا به ذهن رسیده تا به گوش رسیده اینها یک طوریه که کسی راز غیرت کرده سر خود چطور مثلا تک زده کار کارو کرده تو همه اشتباه همینجاست ببینید غیرت اصل غیرت یعنی حراست و حفاظت و حفظ کردن و مراقبت کردن حالا به زدن نیست باشه یا نه که نه اینجا بالاخره اصولی داره جو. او چوکاتش با جای دیگه بیان شده درست. شما مثلا فرض کن فرزند خود را از بینمازی از شرابخوری از روزخوری از چیزهای دیگه میخوای باز بداری این با زدن مثلا با کشتن با سر با گوش بریدن با اینها نه. اینجا تو چون وظیفه داری یعنی یک پدر خانواده بزرگ و ارشد خانواده وظیفه داره خانواده خود را از محلکه حفظ بکنه همون طوری که از گرسنگی حفظ میکنه این ای غیرته غیرتش ایجاب میکنه برای رفاه خانواده خود شب میره کار میکنه این از غیرتشه کار میکنه که خانوادش گرسنه نباشه خانوادش برهنه نباشه بی سرپناه نبوده باشه آسایش و رفاه داشته باشه برای میره زحمت میشه زحمت میکشه کار میکنه همین گونه غیرت اینجاست که برای این که خانواده خودت رو از آتش جهنم هم حفظ بکنی اینجا باید مراقب رفتارهای خلاف مکتب و خلاف مذهب و عرضش های اسلامی بوده باشه لذا در روحای قرآن خداوند وظیفه پدر خانواده یعنی بزرگ خانواده را بیان میکنه میگه یا ایوها الذین آمنو قو انفوسکم و اهلیکم نارا ای, کس ای مؤمنان کسانی که ایمان آوردین خودتان و خانواده خودتان و اهل بیت خودتان را از آتش حفظ بکنید پس در واقع نه. غیرت یعنی یک نوع انجام مسئولیت برای حراست و حفاظت از یک شیعی با ارزش عرضش و ارزشمند بسیار کمتر از دو دقیقه وقت دارم یک ارتباطی موضوعات را که مطرح کردین با جایگاه و خانواده در اسلام بیشتر روش ما بله. بس ما اینه که نگاه اسلام نسبت به خانواده رفتار در محیط خانواده باید چی باشه یک بحثش بحث غیرته غیرت های که صورت میگیره مثل که بیشتر هم اشاره کردم مثلا به غیرت ایره ارشد خانواده نمیگونجه که دخترش با مثلا با او خواستگارش در یک اتاق بینشینن با هم حرف بزنن با هم خواسته های خودشان رو مطرح بکنن یا مثلا او در منه عام دیده بشه یا به مکتب بره مثلا او را معلم ببینه یا کسان دیگه یا در یک اداره بره کس... اینا اینا غیرت نیست اینا در واقع انحراف از از غیرت است خب ما در روایت هم داریم روایت عرض بکنم تقریبا جمبندی میشه که امیر فرمود که لا غیرت فی الحلال غیرت ورزی در امر حلال معنی نداره وقتی مثلا رفتن به مکتب آیا حلال است یا حرام اسلام گفته دیگه طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین پس یک امر حلاله صحبت کردن با خاطر دفاع از حق حالا یه حق حق اداری باشه یا حقی مثلا زندگی بوده باشه یک امر حلاله اینجا غیرت به کار بردن و بالاخره مغرور شدن غیرت با کار بردن کار درست نیست لذا فرمود اگر غیرت را بیجا به کار ببرید در ادامه همین روایت است چون مفصل که چون وقت ما به پایان رسید ده. اگر غیرت را بیجا به کار ببرید به جای نتیجه مطلوب نتیجه معکوس داره یعنی تشکر ن... 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 بشاروز بشاروز باشه میشه. که ما تایید باشه سلام باشید از خود عشان عشان فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش اللهم عجل به ولی فرج ول و و بیننده های عزیز گرامی سپاس از این تا این دن با ما همراه بودید این بود برنامه شب وقت بیدار یک تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید تا برنامه بعد همین تانا به الله پاک به همتا می سپارم ایام به کامتان وقت خوش خدا نگهدار <applause>